با ما همراه باشید با ایران آزادی. سایه ترس و وحشت بر دیوارهای حکومت خامنه ای. حکومت خامنه ای زیر سایه ترس و وحشت روزهای بسیار سختی را سپری می کند. او برای اینکه از این ترس و وحشت عبور کند، دیپلمات تروریست خود عراقچی را برای دورگردی به کشورهای منطقه فرستاده است تا با سیاست التماس مانع از حمله تلافی جویانه اسرائیل شود. حملات اخیر به خاک اسرائیل نقطه عطفی در سیاست گذاری و رویکردهای امنیتی حکومت ایران به شمار می رود. در این وضعیت ترس و وحشت به وضوح در سخنان و مواضع مقامات حکومتی نمود پیدا کرده است. این اضطراب نه تنها بر نگرانی‌های داخلی بلکه بر معادلات منطقه‌ای و جهانی نیز تاثیرگذار است. در این مقاله به بررسی دلایل و پیامدهای این ترس و وحشت در میان ارکان حکومت خامنه‌ای خواهیم پرداخت. وحشت از انتقام دلایل عمیق‌تر. سخنان سران حکومت از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و امامان جمعه نشان دهنده این است که ترس و وحشت به کلیدواژه‌ای در گفتار آنها تبدیل شده است. این ترس از پیامدهای حملات به اسرائیل و احتمال تلافی جویانه این کشور نشأت می‌گیرد. حکومت ایران همواره به عنوان حامی گروه‌های نیابتی در منطقه شناخته شده است و این حمایت‌ها می‌تواند منجر به پاسخ‌های شدیدتر اسرائیل شود. ترس و وحشت از تضعیف نظام. از دیدگاه حکومت، تضعیف قدرت و نفوذ ایران در منطقه تهدیدی جدی برای بقای نظام محسوب می‌شود. هر گونه واکنش نظامی از سوی اسرائیل می‌تواند به زنجیره‌ای از اتفاقات منجر شود که نهایتاً به تضعیف موقعیت حکومت خامنه‌ای بیانجامد. این موضوع نگرانی مقامات را دوچندان کرده است و به همین خاطر آنها با دقت و حساسیت بیشتری به تحولات واکنش نشان می‌دهند، چون ممکن است تحولات مسیر سرنگونی حکومت را با قیام‌های مردم پیوند دهد. بحران مشروعیت نشانه‌هایی از ضعف. با افزایش نگرانی‌ها و ترس‌ها، احساس عدم مشروعیت در داخل کشور نیز به وجود آمده است. مقامات حکومت به خوبی آگاهند که هر گونه تحولی می‌تواند موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی مشروعیت نظام به شدت تحت سوال قرار می‌گیرد و این موضوع برای خامنه‌ای و دیگر مقامات حاکمیتی نگران کننده است. نقش رسانه‌ها در تضعیف روحیه. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای قدرتمند برای انتقال اخبار و تحلیل‌ها عمل می‌کنند. این فضاهای مجازی می‌توانند به سرعت اخبار را در اختیار مردم قرار دهند و به تشدید نگرانی‌ها و اضطراب‌ها منجر شوند. مقامات به خوبی آگاهند که هر گونه خبر می‌تواند به تضعیف روحی عمومی و در نتیجه به کاهش مشروعیت آنها منجر شود. به همین دلیل خامنه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی فتوا صادر کرده که هدف سرکوب فعالان سیاسی می باشد. تلاش برای کنترل افکار عمومی. در مواجهه با این ترس و وحشت، حکومت تلاش می کند تا با راه کارهای مختلفی از جمله پروپاگاندا و محدودیت‌های رسانه‌ای افکار عمومی را کنترل کند. این اقدامات می‌تواند شامل تحمیل روایت‌های خاص یا سرکوب اعتراضات باشد. اما آیا این روش‌ها واقعاً می‌توانند ترس عمیق و ریشه‌دار مقامات را از بین ببرند؟ سرکوب و کنترل به عنوان راه کار. تاریخ نشان داده است که سرکوب به عنوان یک راه کار ممکن است موقتی باشد، ولی نمی‌تواند مشکلات عمیق‌تر را حل کند. این روش در نهایت به افزایش نارضایتی‌ها و حتی شورش و قیام های مردمی منجر شود، به خصوص که همکنون یک نیروی سازمان یافته قدرتمند در صحنه سیاسی ایران حضور دارد. در چنین شرایطی ترس و وحشت بیشتری بر ارکان حکومت سایه می افکند. افقهای پیش رو. در نهایت ترس و وحشت در ارکان حکومت خامنه‌ای نه تنها ناشی از حملات به اسرائیل، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. این وضعیت نشان دهنده ضعف ساختاری و بی‌آیندگی حکومت خامنه‌ای است. با توجه به اوضاع کنونی، آینده‌ای که نشان از سقوط و سرنگونی می‌دهد برای حکومت خامنه‌ای در پیش روست. آیا خامنه‌ای و همکارانش
می توانند از این بحران عبور کنند یا ترس و وحشت همچنان بر سرنوشت آنها سایه خواهد افکند.